سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع شرح و بررسی کتاب آن سوی مرگ، جلسه 33. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. داستان آخر کتاب آن سوی مرگ، بخش‌های آخرش به اینجا رسید. این آقای دکتر که برزخ مادرش رفته بود و اونجا مهمان مادر شده بود، سه تا از دوستانش به عیادتش میان که بهش سر بزنن. اسمشون یادتونه؟ آرمین و فرهاد و محسن هم داشت، ها؟ درسته؟ مجید بود، محسن، مجید. مجید و فرهاد و آرمین یه گفتگوی ابتدایی داشتن و حالا توضیح میده که در این گفتگوی که با اینها داشتن چه مطالبی رد و بدل شد. بعد از توضیح مختصر آرمین، من از احوال همگیشون پرسیدم، به دنبالش از محل سکونتشون سوال کردم. گفتن که زندگی راحتی دارن و هرگز اینقدر شاد نبودن. گفتن که هر کدومشون در بخش دیگری از بهش زندگی میکنه. مجید و فرهاد در جای شبیه محل سکونت مادرم به سر می بردن، در اون طبقه و در اون سطح بودن. اما محل زندگی آرمین با بقیه فرق داشت. او بیان کرد که در یکی از شهرهای بهشتی ساکنه. وقتی اینو شنیدم ازش پرسیدم که شهرهای بهشتی چگونه؟ آرمین در برابر سوالم فقط این جمله رو به من تحویل داد: چهره شهرها شبیه هم نیست. شهرهای بهشت فرق می‌کنه، مثل سوره‌های قرآن. هر سوره از قرآن مثل شهر میمونه از بهشت. سوره ها ببینید چه هم متفاوته. سوره الرحمن، سوره توحید، سوره طه، سوره مریم، سوره یاسین، هر کدوم یه رزقی داره، هر کدوم یه فضایی داره. جلوه هایی که در اینها هست توی سری چیزا مشترکن، توی سری تنعمات و تلذذات مشترکن، ولی جلوه های ربوبی فرق میکنه. بعضی ها حسن خلقشون بیشتره. یکی از شاگردان مرحوم علامه جعفری نقل میکردن که من خواب مرحوم شهید مطهری رضوان الله علیه رو دیدم. ازشون پرسیدم که آقا اوضاع چطوره؟ ایشون خوب توصیف کرد از وضعیتش، که حالا یه داستان دیگه هم از شهید مطهری میگم امروز انشاءالله. بعد پرسیدم که علامه جعفری کجا؟ گفتم خب ایشون هم اینجاست. پرسیدم شما بالاتری در بهش یا علامه جعفری؟ ایشون فرمود از جهت شهادت چون من شهید شدم من بالاترم، از جهت تواضع چون آقای جعفری تواضعش از من بیشتر بود ایشون بالاتره. خیلی مرحوم علامه جعفری متواضع بود، مثلا سبک و سیاق و رفتار و حالا داستان و خاطره ازشون زیاد. بابت تواضع علامه جعفری بالاتره، بابت شهادت شهید مطهری. پس معلوم میشه که صفات وقتی متفاوت میشه بهشت آدم ها هم متفاوت میشه. اونی که حسن خلق داشته، دستگیری از مردم میکرده، این یه فضایی داره، یه جور عنایات خدا شامل حالش میشه. اونی که مجاهده نظامی و رزمی داشته یه فضای دیگه داره. اونی که مجاهده علمی داشته، بعضی ها روزه زیاد میگیرن، بعضی انفاق زیاد میکنن، بعضی نماز زیاد میخونن، اینا متفاوته. بهشت هاشون هم متفاوته، سطحشون هم متفاوته. سکوت کردم، به شوخی گفتم ممنون، خیلی استفاده بردم. مکسی کردم و بعد چطوره منو به شهر خودت ببری تا اونجا رو ببینم؟ مؤدبانه گوشزد کرد که حق نداره منو به شهرش ببره. معلوم میشه که این شهر مادرش که اومده این آقای دکتر، سطح برزخی خودش در این حد. مثل حرفای خاصی دارم امروز میزنم و حرفای عجیب غریبی. سطح برزخی خود این آدم در اون سطح بوده، برای همین برزخ مادرش رو بهش نشون میدن، برزخ آرمین رو بهش نشون نمیدن، چون همیشه مرتبه بالاتر اشراف داره مرتبه پایین تر. این چون تو این سطح بوده، معلوم شد این آقای دکتر اگه با اون وضعیت حق و ناسش و اینا از دنیا میرفت و حسابش صاف میشد، بهشتی میرفت که مادرش ساکن بوده. من میگم مرتبه اول بهشتم بوده. گفتم دیگه مادرش رو خواب دیده بود که وضعش بد بود،
وقتی ثواب هدیه میکنه مادرش میره بهش، برای میشه طبقات اول بهش، اون ورودی بهشته، دالون بهشته. واسه همین این در این سطح میدیده، دو تا از رفقاش هم در همین سطح بودن، ولی آرمین جاش بالاتره. اما میتونه اونجا رو از دور به من نشون بده، ناچار رضایت دادم که از دور شهرش رو من نشون بده. برای اینکه شهرش رو ببینم از من خواست که خوب به پیشونیش نگاه کنم. در پیشونیه مومن که توضیحاتش مفصله، بهشت او رو از پیشونیش میبینه. مرکز تجمع قوا پیشانی ماست. خیلی حرف داره اینجا. همه قوا یه بروزی داره در بدن، چشایی دیگه بگید، بویایی، بینایی، هر کدوم یه جایی دیگه از بدن یه جایی بروز داره. مرکز تجمع قوا پیشونیه. مثلا ما پیشونی رو در سجده میذاریم و قرب با سجده حاصل میشه. آیا شاید بخونم همه باید سجده واجب بریم؟ آخر سوره مورکه علق که سجده کن نزدیک شو، قرب در سر سجده است. چرا؟ برای اینکه مرکز تجمع قواست. بهشت برزخی ما، خیلی باز نکنم، بهشت برزخی ما از پیشانی ما باز میشه. بگذاریم. گفت که پیشانی ما نگاه کن. نگاه کردم، انعکاس آن شهر رو در پیشانی او دیدم، انگار که بر فراز تپهی در دوردست ایستاده باشم و شهر رو تماشا کنم برای مدتی بسیار کوتاه. چه جور جایی بود؟ یه شهر زیبا و رویایی که از بلور ساخته شده بود، از بلور اسیری. شهر در واقع یک جزیره بلورین و مملو از نورهای متنوع و دلشاد کننده بود. هرچی بالاتر میره مراتب بهشتی، لطافتها بیشتر میشه. این جنس بلوری که میگه شفافتر میشه، چون سطح خود این آدم ها لطافت و شفافیتشون میره بالا. علامت رشد آدم لطافت بیشترش، هرچی از قساوت در میاد رقیق میشه، نرم میشه. بهشت او هم همین شکلیه. بعضی دیدی زمختن، آدم خوبی ها زمخته، اینا بهشتشون همین شکلی، اینا تو سفال آب میخورن. بعضی هم نه، خیلی لطیفن، اینا تو چی آب میخورن؟ چی بگین؟ با دست آب بخورد دوستان. با دست آب بخورد. خب طرز فکر تو دوست داشتم. خانه ها اقیانوسی بزرگ و شفاف شهر رو دربر گرفته بود. اقیانوسش هم فهم میکنه هرچی بالاتر میره. واقعا چه خبره در این عالم؟ خانه ها به اشکال مختلف بودن، به شکل هایی که با اشکال معمول این دنیا کاملا فرق داشتن. ساختمان ها خیلی بدی و اغلب فراتر از حد تخیل آدم های زمینی بودن. تفاوت آشکاری که در ظاهر ساختمان ها وجود داشت، خللی در هماهنگی چشمی اونها ایجاد نمی کرد. می پرسه چه شکلی بودن این بناها؟ میگه برخی به شکل اشکال هندسی و برخی کاملا غیر هندسی، به گونه ای که نمیتونم توصیف کنم. میگه اون تعدادی که میتونید توصیف کنید بگید چطور بود؟ به صورت های مختلف، دایره، نیم دایره، مخروط، منشور، مثلث و غیره. یا برخی دیگه مثل موج، صدف، عروس دریایی، پرنده، چشم، برگ، آبشار. میگه ساختمان‌های مسکونی مثل آبشار بود. میگه دقیقاً طوری بود که فکر می‌کردی آبی که داره از بالا به پایین می‌ریزه. حتی یکی از خونه‌ها به علفی که در اثر وزش باد تکان بخوره شباهت داشت. در حالی که می‌کوشیدم آن بناهای متعارف رو دقیق‌تر تصور کنم، گفتم ادامه بدیم. میگه من از دور ارواحو می‌دیدم که در حاشیه بلوارهای پهن حرکت می‌کردن. کجا می‌رفتن؟ ادهی وارد ساختمان هایی می شدن که به نظرم مؤسسات خاصی بودن. مؤسسه تو بهش قلمچی مثلا. دستهی به سوی خونه هاشون می رفتن. گروهی به سمت ساحل در حرکت بودن. به هر حال هر روح هدف و مسیری رو دنبال می کرد. گفت پدر پسری رفته بودن، روحانی بودن، رفته بودن. اینو بگم بخندید و ادامه بدن. در پسر روحانی بود، رفته بودن یه روستایی. یکی از این اهالی روستایی پیرمرد نورانی با صفا خیلی خوشش اومده بود، پدر پسر هر دو روحانی هم اومده بود، یه چیزی بندازه بلغور کنه، یه اصطلاح آخوندی و یه آیه قرآن، یه چیزی مثلا نشون بده من خیلی خوشحالم و خرسندم و اینا. اومد وایساد اینا، وایساد جلوی اینا، گفت که به به
واقعا آدم لذت میبره. باریکلا چقدر قشنگ، چقدر زیبا، هم پدر روحانی هم پسر روحانی. اصلا اینجاست که میگن خسرت دنیا و الاخره، خسرت دنیا و الاخره. مرحوم آقای عرض کنم که مرندی فهمده بود که ما با آقای قاضی که آشنا شدیم خسرت دنیا و الاخره شدیم، هم دنیا رو بخشیدیم هم آخرت رو. دیدیم از جلوی اینا باید در اومد، رفت سراغ خدا، خسرت دنیا و آخره. اینجوری هم داریم خسرت دنیا و آخره. بعضی حالا بعضی دنیا رو طلاق دادن، بعضی بهشت هم طلاق دادن. اینا تو بهشت ما چیز دیگه میگردن. بهشت یه سطحیش ایناست، مؤسسات آموزشی داره. میگه در مورد این خونه ها برام توضیح بده. خونه ها از هم فاصله داشتن یا به هم چسبیده بودن؟ میگه از هم فاصله داشتن. بناها مرتفع بودن، مثل برج‌هایی که در شهرهای بزرگ ما وجود داره. میگه برخی تا حدی مرتفع بودن، اما نه اینکه به صورت واحدهای آپارتمانی باشن. ارواح هرگز به صورت اشتراکی توی بنا زندگی نمی‌کنن. سوال: برای هر خونه فضای سبز در نظر گرفته شده بود؟ جواب: جلو هر خونه حیات و باغی بسیار وسیع وجود داشت با درخت‌های تنومند و زیبا. از وسایل نقلیه بگیم، وسیله نقلیه در شهر دیدید؟ دیدم، ولی نه در داخل شهر. اغلب وسایل نقلیه که از جنس براقی شبیه جیوه بودن در نوار ساحلی به چشم می‌خوردن. جی تی ای بوده. وسایل نقلیه از قبیل چی؟ میگه اتومبیل‌های خیلی شیک، موتورسیکلت‌های شگفت‌انگیز، دوچرخه‌های ظریف و حتی درشکه‌های پرزرق و برق. دوچرخه هم داریم اونجوری. آن سوتر هواپیماهای نقره‌ای کوچک و لوکس رو دیدم که بر فراز اقیانوس پرواز می‌کردند. در امتداد بازوهای اقیانوس تعداد زیادی قایق و کشتی تفریحی، برخی به شکل ستاره دریایی شناور بودند. نکته جالبش اینه، بعداً فهمیدم که وسایل نقلیه متعلق به جماعت خاصیه، به جماعتی که هنوز به این وسایل دنیوی علاقه دارن. معلومه که مرتبه بهشتی اینا هم خیلی بالا نیست. اغلب اونا افرادی بودن که زمانی در حسرت داشتن این وسایل به سر می‌بردن. دوستش موتور داشته باشه، اونم بهش موتور دادن. بیا عزیزم یه دور بزن. منظورم از زمانی موقعی که در زمین زندگی می‌کردن. لب مسئله رو بگم، بسیار از آرزوهای تحقق نیافته انسان‌های خوب در برزخ برآورده میشه. فکر میکنم دانستن همین نکته برای شما کافی باشه. دیگه الان هواپیما دوست داره دیگه، طرف تیبل عرض داره استفاده نمیکنه. بنده خدا هواپیما میخواسته بشه هواپیما میده. بعد میگه که حسین پرسید آی دکتر، آرمین به شما گفت که شهرهای روحی نسبت به یکدیگر تفاوت دارن، دلیل این تفاوت چیه؟ پاسخ: انتظار داشتم دلیلشو فهمیده باشید. خیلی واضحه، چون در هر شهر ارواحی زندگی میکنن که از لحاظ رتبه روحی در یک صف قرار دارن. در نتیجه میزان عقل اونها هم با هم برابره. میزان عقل اونجا اونی که حرف اول و آخر میزان عقله، سطح درکه. اونا بر اساس همون عقل یکسان شهرهاشون رو بنا میکنن. به همین دلیل چهره شهرهای روحی متفاوته. ارواح بسیار متعالی در شهرهای زیباتر با امکانات بیشتر و بهتر زندگی میکنن، اما ارواحی که مقام پایین تری دارن در شهرهایی که زیبایی و امکانات کمتری دارن مثلا. قوانین اجتماعی در هر شهر بسیار پیشرفته است. اون برام قوانین داریم، قانون داریم، ولی مثل اینجا نیست، چون اون قوانین نه از جانب ارواح بلکه از سوی خداوند وضع شده. یه نکته رو گفتم اون جلسه، بعضی دوستان برشون سوال بود، گفتم مالکیت اون طرف معنا نداره، مالکیت اعتباری معنا نداره که تا اینجا دیوار بکشیم قرار بذاریم اینقدر مال من اونقدر مال تو، ولی مالکیت بر اساس این که هر کسی تجلی اعمالش رو ببینه معنا داره. این باغ اینه، اون باغ اونه، چون عمل خودش دیگه بروز پیدا کرده، از این جهت مالکیت فرق میکنه. بعد میگه اینو از کی شنیدی؟ میگه از آرمین. نکته دیگه که من گفت این بود، در شهرهای بهشتی مؤسسات و آموزشگاه‌های علمی زیادی وجود داره، به همون اندازه که اماکن تفریحی و هنری وجود داره. آموزشگاه علمی، مؤسسه علمی داره در بهشت. تو بهشت بنا به درجات مختلف بهشتی‌ها در برزخ آموزش هست، یاد میگیرن، پیشرفت هست. بعضی دوستان پیام دادن که آقا تکامل برزخی می‌خواستی بگی چی شد؟ اینه تکامل برزخی. یه بخشی از تکامل با علم، یه بخشی از تکامل با فهم، یه بخشیش با عمل، یه بخشیش با علم و فهم. تو دنیا ما با عملمون پیشرفت میکنیم، تو برزخ با علم و فهم.
با عملمون یه ظرفیت فهم در خودمون ایجاد میکنیم. با اون ظرفیت فهم تو عالم برزخ یاد میگیریم یه سری چیزا رو، خیلی چیزا رو. همسر شهید مطهری خواب دیده بود ایشون رو، پرسیده بود اون طرف چیکار میکنه، ایشون فهمیده بود در محضر عبدالله حسین کلاس توحید داریم. ایشون خیلی این آدم مقام بلندی داره، خیلی مقام بلندی داره. یه چیزی از خودم بگم و جدی نگیرید که گاهی ببینید آدمای بدبخت و بیچاره و رسوا هم از این خوابا میبینن، از این باب که دلتون گرم بشه میگم. نه سرش رو جدی بگیم نه تهش، کلن با هیچ جاش هیچ کاری نداشته باشه. کلیت مطلب این بخشی که ربط ما داره هیچ، یا سای صفر پوک. یه بزرگواری بود در قوم، روحانی فاضل عالم بارسته، مرحوم حاجی بهشتی پور. من ایشون ندیده بودم از نزدیک. بعد وقتی از دنیا رفت تصادف کرد، روحانی جوانی هم بود نسبتا، تصادف کرد در مسیر کردستان و من اطلاعی ایشون رو فقط دیدم، در دوران حیاتشون زیارتشون نکردم. خبرم داشتم که ایشون فعالیت علمی داره و مدرسه داشت میزد. برنامه‌اش این بود که 5 ساله طلبه رو که میگیره 5 سال بعد مجتهد تحویل بده. یه سری کارا کرده بودن، داشت رسمیش میکرد حوزه‌شو، یه سری طلبه ها رو هم باشون شروع کرده و کار کردن، یه 40 نفری بودن. ایشون که از دنیا رفت، این طلبه ها که بی پناه آواره شدن اومدن پیش ما که شما بیا بعد ایشون اینو درس. ما اول قبول نکرد، برای بار دوم اومدن باز قبول نکرد. گذشت خیلی سال پیش، ایام ماه مبارک رمضان بود، به نظرم حوالی شبهای قدر بود، بنده شب خواب دیدم این بزرگوار رو، دیدم در بهشت کرسی تدریس داره، شاگردانی داره و داره درس میده. بعد سلام علیکی شد و اینها، ایشون فرمودن که این فلانی ها شاگردان که اومدن پیش شما من فرستادم، شما قبول کن این درس رو قبول کن. بعد گفت تو فلسفه هم خودتو قوی کن، یه سری شاگرد دیگه میخوام بفرستم. ما هم حالا خونده بودیم فلسفه یه نمه هایی و جدی نگرفتیم. بعد اون ماجرا خب فلسفه رو جدی تر گرفتیم و تخصصی و اینها. بعد میدونستم که خب این جمله که ایشون فرموده، این بچه ها میان دوباره اینا اومده برای بار سوم، ما قبول کردیم. اینا تعجب کردن، بهشون گفتم ماجرا این بوده. یکی از اینا گفت اتفاقا ظاهرا همسر ایشون یکی از اقوام خانواده از اقوام ایشون خواب دیده بوده ایشونو. اینا خیلی قصه میخوردن که این کارهای مدرسه و برنامه‌های علمی ایشون رو هوامون، خواب دیده بودن ایشون. ایشون فهمیده بود که نگران نباشی، ناراحت نباشی، من مدرسه‌ای که اینجا می‌خواستم راه بندازم بهترشو تو برزخ بهم داده، با شاگردای بهتر، اونی که می‌خواستم اینجا راه بندازم. خب ببین این یه عالم ربانیه، عالم ربانی اشراف داره مثل شهدا. میگن شهدا چه شکلی زندن؟ این شکلی زندن، منشأ اثرن، تحول ایجاد میکنن در قلوب، جهت میدن، مسیر میدن، خط میدن، جابجا میکنن. عالم ربانی از شهید بالاتر دیگه، مداد علما افضل از دماء شهدا. عالم ربانی اینه، برزخ این شکلیه. حالا این خود شاگرد داره به نسبت بالاتر شاگرده دیگه. رو بعد رفت دید که ایشون شاگرد کیا بوده تو عالم برزخ، چیا درس میدن. مثلا میگه انتگرال اینو حساب کن، حل تعمیر اگه نیای میندازمت. مثلا این شکلیه. بعد روش های پیچیده که برای آوردن نمره هست، مثلا اونجا هم جواب میده با استاد. اگه نمره نگیری استاد میگه که من ننداختم، خودت افتادی. اینجوریه یا نه؟ یه زمینه هایی رو طرف داره، یه استعدادی رو داره. همونجور که تو این دنیا شما میبینید یکی استعداد داره، یه سری حرفا رو بهش بزنید، استعدادی داره، دستشو میگیرید میبرید. بعضی اینجوری هم دیگه، بعضی خاصن. اون عالم ربانی، اون ولی خدا نگاه که میکنه تشخیص میده، میگه شما بیا من باید کار کنم. توی جمع نگاه یه نفر رو جدا میکنه. آقای بهجت رو میگه از بچگی معلوم بود ویژه است، خاصه.
خب اینو میبرن تربیتش میکنن، استعدادی رو داره، این استعداد اون طرف رو که آدم میخواد معارف رو کسب بکنه. الان مثلا محمود اسدالی آقای قاضی شاگرد دارن در عالم برزخ، دیگه بعضی حرفا من نمیتونم، واقعا دوست هم دارم ولی دیگه واقعا نه جاشه نه خیلی ها رو میشه گفت. که الان ما کسانی داریم که همین جا تو همین دنیا شاگرد محمود قاضی هم افرادی رو داریم. بنده سراغ دارم نوجوان 18 ساله که حتی عهد شرعی گرفته که حتی یک کلمه هم حق نداری در مورد من چیزی بگه. خیلی هم کسی 7 یا 8 نفر در ایران تا پارسال ماه رمضان که ما دیدیمش اینطور 7-8 نفر ایشون رو میشناسن. الان نمیدونم بیشتر شده کمتر شده در قید حیات هست یا نه، چون گفته بود خیلی من عمری ندارم. و دیگه الان خیلی وسوسه میشم یه سری توصیفاتشو بگم، فقط چون عهد شرعی دارم نمیتونم بگم. هستن دارن استفاده میکنن. گفت یکی از علما به من گفته که شما نه حوزه برو نه دانشگاه، جفتش بر شما حرام. دانشگاه اگه خواستی بخون، برای واسه اینکه بعدا مشکل پیدا نکنی تو معیشتت، غیر حضوری. که اونم گفتم من خیلی نیستم، نیاز به این چیزا ندارم. اینا بازیه، این حوزه و دانشگاه و کلاس و تخته و تخته پاکوان و بازیه. نه اینا علمه، نه اینجا جای علمه، علم جای دیگه است، علم جای دیگه است، از جای دیگه باید بتابه. فرمود آرزوهاتو کوتاه کن، خدا علم در تو میتاباند. کسی اگه شوق مرگ در وجودش احساس بشه، انقدری خدا از علوم به او ثانیه به ثانیه افاضه میکنه. یکی بزرگان فرموده بود در یه جایی از حرم، یکی از اساتید ما بود، فرموده در جایی از حرم هست معصومه ته یک ثانیه عنایتی به من شد که اگر بخوام بگم اون عنایت چی بود 100,000 سال باید بنویسم و تمام نمیشه. این علمه، علم ایناست که گفتنی نیست. درسی نبود هر آنچه در سینه بود، درسی نیست. یه آموزشگاه تخصصی هم صورتی بوده که این بزرگوار دیده، مگر نه اونجا اینجوری نیست، مؤسسه و چه آموزشگاه و دانشگاه ایشون اینجوری دیده. فضا فضای معرفته و کسی خسته نمیشه، برای اینکه معارف تموم شدنی نیست. او قوقای در این عالم، قوقای قوقای برزخ انبیا رو فقط اگر کسی بتونه راه پیدا بکنه، برزخ حضرت ابراهیم، برزخ حضرت نوح، برزخ حضرت آدم، اصل ماجرا اونجاست. برزخ اهل بیت که من روایت شد یه روزی بهتون گفتم، جابر بن یزید جوفی به روایتش هم آوردم توی تبلت هست، حالا فرصت نمیشه بخونم، که میگه حضرت من ورداش برد تو عالم برزخ، تک تک بهم نشون داد این برزخ اهل بیت، این برزخ خضر، این چیه، این چیه. قوقاییه، همین جایی که ما نشستیم توی لایه های تو در توی این عالم قوقاییه. شرطش هم بندگیه. حالا ما چه بازی که در نمیاریم دیگه، یه روزه میخوایم بگیریم پدر صاحب بچه در میاد، کلاس میرم به این فشار میاد. آقای بهجت تو 94 سالگی 3 ماه رجب شعبان رمضان روزه میگرفت. ایشون تا آخری ماه رمضانی که زنده بود، رضوان الله علیه که دیروز سالگردشون بود، این مرد بزرگ تا 95 سالگی 3 ماه روزه میگرفت، تا آخرین ماه رمضانش روزه گرفت. 15 سالش میگه زخم معده دارم، نمیدونم واقعا. اینه، این محرومیت ها از اینجا هاست. خیلی خبر هاست، خیلی خبر هاست. اگه کسی وارد وادی بشه، یه دریچه باز بشه، این عالم اینایی که میبینیم نیست. خیلی خبر هاست. کسی یه روزنه از اون ور بتابه بهش، اینجا دیگه نمیتونه زندگی کنه، اینجا بند نمیشه. نهج البلاغه امیرالمومنین فرمود لولا الاجال التي كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفه عين ابدا شوقا الى الجنه و خوفا من النار. اگه اجل خدا ننوشته بود برای اینا، اینا یک ثانیه تو دنیا بند نمی‌شدن، با سرپوش اجل خدا اینا نگه داشت. میگه 70 سال بعد عمر دادم بعد تمومش کنی. میگه نمیخوام بمونم. من بمونی. اگه خدا با عجل نگه نداشته بود یک ثانیه طرفت عینن اینا نمیموندن تو دنیا، چیزی نداره اینجا. البته بعضی هم دوست دارن بمونن،
یکی از بزرگان برای ما تعریف کرد، فرمود که آقای بهادینی یکی از مراجع قم فرمود، بنده از ایشون دارم نقل میکنم تو منزل ایشون از خود ایشون شنیدم، فرمود آقای بهادینی به من گفت، به ما آقا آقای بهادینی من فرمودن دیروز ملک الموت آمد اینجا به من گفت آمده ام ببرم، ولی در رفتن مختاری، میمونی یا میای؟ آقای بهادینی فرمودن که اگر ممکنه یه مقدار دیگه به من وقت بدین، شاید آدم شدم، او رو ببین، شاید آدم شدم دیگه، آدم چی میخواد بشه دیگه، من ملک الموت داره میبینه، یکی هم دیگه بمونم شاید آدم شدم. این ورش هم هستا، عمر نعمته، زندگی در این دنیا یکی بزرگترین نعمت های خداست. این دوتا میشه جمع ازداد که وقت همون جمع ازداد صحبت کردیم، هم آدم نمیخواد بند بشه، هم ثانیه به ثانیه اینجا رو قدرش رو میدونه که هر ثانیهش چه قوقایی توش رقم میخواد. بهشت برزخی جایی که همه چی بر محور نوره، بر محور معرفته، لذت تو معرفته، لذت عقلی کجا، لذت حسی کجا، لذت حسی کجا، لذت خوردن کجا، لذت فهمیدن کجا، مثلا قابل قیاست اینا با هم. چند خط دیگه بخونم بقیهش بشه برای فردا. میگه که بذارید آرومتر پیش بریم. فرمودید که آموزشگاه های علمی زیادی وجود داره، برای آموزش چی؟ هوا رو به بینیش کشید و گفت برای آموزش علوم مختلف از جمله علوم الهی. ارواح این علوم رو از اساتید خود فرا میگیرن. مرحوم آیه الهی قمشهری فهمده بود که آرزوی من این است که در بهشت محضر امیرالمومنین نهج البلاغه یاد بگیرم، کلاس نهج البلاغه امیرالمومنین. خب اینم یه سطحیه، بالاتر از اینام داره، خیلی بالاتر از اینام داره. حالا ایشون هم درد نهج البلاغه رو خواسته، شاید بیشتر از اینم خواستن نمیدونم، شاید در سطح فهم مخاطبین گفته. خلاصه آقا خبرهای قوقایی است در عالم برزخ، خدا کنه فقط اون جلو مولای در بهش راهو ندن با سیب و گلابیا سر کنیم. یکی از اساتید میفهمو مهمان علامه حسنزاده آملی شدیم در ایران، از ایشون هم تا الان من ماجرا زیاد نمی کنم ولی اسم نمی آورده، حالا امروز دیگه زدیم به اون خط، گفت مهمان ایشون شدیم در ایران مازندران که روستای خودشونه، گفتن در خونه رو باز کردن و مهمونا ریختن و ایشون فهمیدن که این باغ پر پرتقاله. بعد شوخی طلبی کردن، گفتن هم لازم هم متعدی، هم میتونیم بخوریم هم میتونیم ببریم، هم لازم هم متعدی. این استاد ما میفهمید که تا ایشون اینو گفت ملت ریختن سر درخت ها پرتقال و نارنگی، دو نفر موندن که آره ایشون. ایشون میفهمید که اینجاست که میگن گر تو را در منزل جانانه مهمانت کنن، گول نعمت را نخور، مشغول صاحب خانه باش. رفتن هم مشغول پرتقال شد. تو بهشت هم اینجوریه، خیلی هم مشغول پرتقال میشن، بعضی هم مشغول خود صابخونه. این صابخونه رو دست دادیم، ماه رمضان ماه صابخونه است، 4-5 شب دیگه هم که شب قدره، شب ملاقات صابخونه است. من که آماده نیست، نمیدونم شما چه وضعی دارید، به خودم که نگاه میکنم اینم حالم توی مهمانی بدتر از قبل مهمانی، این دیگه اوج خسارته، بدبختیه. گفت که یعنی در اون عالم هم باید کلاس بریم و امتحان بدیم. گفت کلاس خوشون نمیاد. گفت متنفرم، از امتحان میترسید تا سرحد مرگ، پس باید هر چی زودتر یه خبر خوش به شما بدم. در عالم ارواح کلاس هست، ولی نه به صورتی که در ذهن شماست، امتحانی هم در کار نیست. اونی رو که به شما آموزش میدن فوراً به خوبی یاد میگیرید، ضمناً هرگز فراموش نمیکنید، بنابراین لازم نیست که در خلوت خود به تمرین بپردازید. از همه اینو گذشته شما علوم رو به صورت عینی فرا میگیرید. مثلا برای آموزش جغرافیای حرم مقدس شما رو به مرزهاش میبرن. پرسیدم در بهشت برزخی همه ارواح به صورت یکسان آموزش میبینن؟ در یک سطح یا پایه تحصیلی مشغول آموختنن؟ گفت نه، در پایه های مختلف تحصیلی تحت آموزش قرار دادن. بعد در مورد حرفه بهشتی ها که شغلهای بهشتی ها مختلفه، یه سری نکات میگه که انشالله فردا اگر زنده بودیم محضر عزیزان عرض میکنم. خدای در فرج امام عرض تعجیل بفرم، قلب نازنین حضرتش از ما راضی بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد ناله تا